به نام خدا. با بررسی یکی دیگه از سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان مهر ماه 1399 رشته عمران نظر در خدمت دوستان هستیم. دوستانی که نیاز به مشاوره دارن و نمیدونن از چه کلید واژه‌ای استفاده کنن برای آزمون 1400، چجوری بخونن، اصلا آیین‌نامه مبحث 9 عوض شده، مبحث 6 عوض شده، شرایط به چگونه است، میتونن که با ما در تماس بشن از طریق سایتمون، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام. همچنین برای گرفتن مهر و پروانه و اون مراحل اداری که مشکل داره و همین قسمت های مالیات و اینا اگه سر در کم هستن میتونن با ما در تماس باشن و مشاوره بگیرن. اما سوال 23 گفته که در مورد پایش و کنترل عملیات گود برداری کدومی که زبارات زیر سنهی نیست؟ پایش و کنترل. ببینید خیلی از سوال ها رو ما میتونیم از طریق خود مبحث مقررات ملی مورد بررسی قرار بدیم و بدون استفاده از کلید واژه اونها رو حل کنیم. اما بعد از سوال ها هم هستش که مشکل هست از روی خود مقررات ملی و بهتر از کلید واژه استفاده کنیم. ببینید الان توی مبحث 7 اگه ما از روی فهرست مرور کنیم و بیان توی این بخش می زده پایش و کنترل صفحه 21. این صفحه 21 پایش و کنترلش شروع میشه. توی گزینه ها اگه نگاه کنیم ببینید به صورت سریع اگه نگاه کنیم ناظر پروژه، نظارت حسن انجام کار، حسن انجام، ابزار دقیق، مدت زمان باران ممتد، با استفاده از این کلید واژه ها سریع میتونیم پیدا کنیم. ببینید از اینجا پایش و کنترل شروع شده. اینجا اهدافش تایید ارزیابیشه. توی این قسمت حمایت های قانونی، تعداد و نوع دستگاه های پایش. اما ببینید اینجا زده مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش که جواب های ما بیشتر به این قسمت نزدیکه. ببینید الان زده ناظر پروژه مسئول نظارت بر حس انجام مراحل پایش است. پس گزینه یک ما طبق این درسته. در گودها با خطر معمولی و زیاد لزوم عملیات پایش همواره با تشخیص دستگاه نظارت است. در گودها با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش رو ضروری بدن لازم است عملیات پایش انجام پذیرد. پس اصلا کاری به نظارت نداره. پس به راحتی این گزینه میبینیم که صحیح نیست. اما دو گزینه بعدی هم اگه بخوایم بررسی کنیم زده نتایج پایش که توسط ابزار دقیق میتوان سندی معتبر و تا آخر باشه. پس سندی معتبر ببینید شما اگه بیاین داخل دیگه این میره سند معتبر توی حمایت های قانونی هستش دیگه معلومه. اگه یه سری نگاه کنید میبینید سند معتبر نتایج ابزار دقیق میتوان به معنی سند معتبر رابطه بین تأثیر ساخت و ساز و غیره باشد که میبینید این گزینه درست هستش. اما در پایش گودبرداری ها در مدت زمان باران ممتد، پس ما دنبال باران ممتد باید بگردیم. البته ما همونجور گزینه دور فهمیدیم غلطه و زدیم، اما داریم گزینه های دیگر بررسی میکنیم. ببینید تناوب اندازه گیری در پایش از رو میتونیم این گزینه رو پیدا کنیم. ببینید در مدت زمان باران ممتد یه نگاه سری بندازید یه سری بتونید رو خونه کنید. ببینید که زده باران ممتد در مدت زمان باران ممتد سطوح آب باید روزانه یک بار برای مدتی که مهندس نظر تشخیص میدهد رصد شود، که اینجا هم همین رو نوشته. به همین راحتی با یه روخونی سری داشته باشیم میتونیم گزینه غلط رو پیدا کنیم که ما همون اول سری گزینه دو رو فهمیدیم که اشتباه هستش و نیاز هم اصلا این دو تا گزینه رو بررسی کنیم. اما جهت آموزش و روش اینکه چگونه باید پیدا کنیم به راحتی پیدا کردیم گزینه درست. ببین تو این گزینه سند معتبر کلید واژه قرار دادیم، تو این گزینه باران ممتد، تو این گزینه نظارت بر حسن انجام و این گزینه هم که تشخیص دستگاه نظارت که دیدیم همین گزینه صحیح نیست برای این سوال. دوستانی که برای مشاوره میخوان با ما تماس باشن از طریق سایت و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ میتونن به ما پیام بدن و ما بتونیم دوستان رو راهنمایی کنیم. خیلی ممنون توجهتون، با ما همراه باشید.